دکستر فیل کینز، روزنامه‌نگار آمریکایی برنده جایزه پولیتسر، نوشته یکی از بزرگترین موفقیت‌های قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، متقاعد کردن دوستانش در دولت عراق است تا اجازه دهند هواپیماهای حامل سلاح و تجهیزات از طریق عراق به سوریه پرواز کنند. نظارت بر این پروازها به عهده هادی العامری، وزیر ترابری سابق عراق است که هم پیمان دیرینه قاسم سلیمانی است. او در گذشته فرمانده سپاه بدر بود و به عنوان یک سرباز در صفوف قوای ایران علیه صدام حسین در دوران جنگ ایران و عراق حضور داشت. سپاه بدر، حالا کاری به سپاه بدر نداریم که میدونیم که شاخه نظامی مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق بوده این داستانه. خب نقل و انتقالات سپاه نیروی قدس سپاه بدیهی است که نمیتونه با هواپیمایی دولتی و رسمی کشور یعنی ایران ایر انجام بشه. قاعدتا قاچاقو که نمیشه با هواپیمایی دولتی کرد. ماهان اولین شرکت خصوصی هواپیمایی ایران جمهوری اسلامی است و از اول قاسم سلیمانی فرمانده قدس در جریان کارش بوده. تو همون محلن میدونید دیگه، همون کرمان. حسین مرعشی، پسرعموی عفت مرعشی، همسر هاشمی رفسنجانی، شرکت هواپیمایی ماهان را میندازه سال 1371، دوره رفسنجانی. ماهان زیر مجموعه مؤسسه مولا الموحدینه که مال مرعشی و سید یحیی جعفری امام جمعه سابق کرمان. مولا الموحدین مؤسسه سرمایه گذاری به اصطلاح که 100% سهام ماهان ایر رو داره، 50% سهام کرمان خودرو رو. هواپیمایی ماهان تنها شرکت هواپیمایی ایرانه که غیر از خود مرعشی همه مدیراش و کارکنای ارشدش سپاهیه. از حمید عرب نژاد مدیر عامل اجرایی ماهان ایر گرفته تا مسئول نیروی انسانی ماهان ایر، تا مسئول کیترینگ اشتاب، خیلی از خلباناش. بذارین یه فرصت تکی داریم منم مختصری عرض کنم درباره این افراد که میگم. خود حمید عرب نژاد متولد روستای خانوک زرند کرمان، همون دهی که مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور فعلی حسن روحانی توش متولد شده، نمیدونم هنوزم معاون پارلمانش هست یا نه، به هر حال مجید انصاری دیگه میشناسه، حجت الاسلام. عرب نژاد مدیر عامل ماهان ایر دوره جنگ جزو تیپ سارالله بود که قاسم سلیمانی از بسیجی‌های کرمان تشکیل داده بود. تیپ سارالله میشه لشکر 41 سارالله که 3 گردان داشت. فرمانده گردان زرهی تجهیزاتش همین حمید عرب نژاد بود. بعد از جنگ حسین مرعشی، پسرموی عفت همسر هاشمی رفسنجانی، میاد حمید عرب نژاد رو میکنه مدیر عامل ماهان، قاعدتاً به توصیه قاسم سلیمانی که این جابجایی ها تو کرمان هم اون موقع به ویژه همش با توصیه این فرد انجام میشد، فرمانده سپاه قدس. حمید عرب نژاد میشه مدیر عامل ماهان. بعد از 1-2 سال ماهان کاملا میفته دست سپاه. بذارین چند تا دیگه شونو براتون بگم. حمید اصلانی، ایشون تو گروه های ضربت سپاه بود، میشه معاون منابع انسانی نیروی زمینی سپاه، همزمان معاونت نیروی انسانی ماهان ایر رو هم به عهده دارند ایشون. الان معاون اجرایی کل سپاه پاسدارانه. از وقتی شده معاون اجرایی کل سپاه، رسما مشاور حمید عرب نژاد مدیر عامل اجرایی ماهان ایر. بذارین رابطه قاسم سلیمانی رو با حمید عرب نژاد مدیر عامل ماهان از یکی از بستگان حمید عرب نژاد بشنوید. چیزی که آقای قاسم سلیمانی بگه به مدیریت ماهان امر مطاعه، یعنی نهی توش نیست، بدون اینکه کسی بفهمه، بدون اینکه رئیس مالی حمید عرب نژاد مدیر عامل ماهان بدونه، اون امر انجام میشه. چون سالهای سال آقای عرب نژاد سرباز زیر دست آقای سلیمانی بوده، فرمانده گردان زرهیش بوده، آقای قاسم سلیمانی کمک کرده که به حمید عرب نژاد از سپاه پاسداران جدا بشه و به مدیریت یک ایرلاین خصوصی بپیونده، در صورتی که یک سپاهی سردار به سادگی نمیتونه از سپاه جدا بشه و به یه شرکت خصوصی بپیونده. آیا استخداماش، استخدامایی که انجام میشه توی ماهان هم با نظر قاسم سلیمانیه یا هیچ ربطی نداره؟ اون پستای خاصی که توی
شرکت هواپیمایی است، بالاخره شرکت هواپیمایی یه سری پستای خاصی داره، مثل خلبان، مثل مدیریت ها، معاونت هاش. خیلی از خلبان ها، مدیریت ها به سفارش آقای قاسم سلیمانی به حمید عرب نژاد هستش که وارد شرکت میشن. خیلی از فرزندای لشکر 41 سارالله کرمان فرزند خواهر قاسم سلیمانی اومده شده خلبان توی ماهان. خب از آدمای ارشد هواپیمایی ماهان که از دوره جنگ در سپاه بودن و جزو آدمای نزدیک به قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه هستند، حمید عسکری است کرمانی، از فرمانده های لشکر 41 سارالله که مدت هم تو اطلاعات سپاه بوده. ایشون کیترینگ آرمان رو داره، درست گفتم، و این کیترینگ آرمان مسئول تهیه غذای ماهان ایر یا رئیس خلبانای ماهان سردار مهدی مغفوری، ایشون هم سپاهی کرمانی، خلبان هواپیمای ملخی سپاه بود. این هواپیماهای کوچیک توکانو که خلبانای سپاهی ماهانر همشون قبلا با همین توکانو ها میپریدن، بیشترشون از همکارا و اطرافیای قاسم سلیمانی فرمانده قدسن. یکی از دوستان که تو هواپیمایی کار میکنه برام نوشته که هواپیمای ایرباس یا بوئینگ دو تا صندوق دارد جلو و عقب. به نظر شما چه علتی دارد که گشت سپاه کانتینرهای قفل شده را تا پای هواپیما همراهی کند؟ آن هم نه همیشه، گاهی در پرواز سوریه یا عراق. پس برای چه آمریکا ماهان را تحریم کرد؟ به علت همکاری با قدس. یکم خرداد 1394